درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. سازمان ملل از نقض فاحش حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات 5 سال اخیر در ایران انتقاد کرد. وزارت اطلاعات ایران در آستانه مراسم 40 از بازداشت 14 عضو داعش خراسان خبر داد. رئیس اداره آگاهی خاش ترور و کشته شد. چند سناتور جمهوری خواه از بایدن خواستند به پزشکیان برای نشست سازمان ملل ویزا ندهد. گروه سپاه ممنوع خواستار دریافت اطلاعات مردمی درباره عوامل جمهوری اسلامی در کانادا شد. کامالا هاریس رسما نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی دموکرات‌ها را پذیرفت. 3 عضو حزب الله لبنان در حمله ارتش اسرائیل کشته شدند. دومین الماس بزرگ جهان در جنوب آفریقا کشف شد. و نخستین آزمایش بالینی واکسن سرطان ریه در 7 کشور جهان آغاز شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز جمعه 23 آگست 2024 میلادی برابر است با 2 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه 2 شهریور ماه از مسعود پزشکیان و نمایندگان مجلس خواست به دیدار زندانیان سیاسی بروند و وضعیت آنان را بررسی کنند. وی از تأمین عدالت به عنوان بزرگترین خواست مردم نام برد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد. مولوی عبدالحمید با بیان اینکه تا وقتی آزادی قلم، بیان و آزادی‌های سیاسی و حزبی تأمین نشود، حکومت هر صدایی را خفه می‌کند، گفت در چنین شرایطی به دست آمدن عدالت در کشور امکان پذیر نخواهد بود. به تأکید کرد که زندانیان سیاسی جرمی مرتکب نشدند و تنها به خاطر بیان انتقادات خود از جمهوری اسلامی به زندان افتادند. امام جمعه اهل سنت زاهدان به شکایت‌های زندانیان سیاسی و شرایط نامناسب آنها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران اشاره کرد و افزود باید با زندانیان صحبت شود و نگذارند که به آنها توهین شود یا سیلی و شلاق بزنند. شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در بیانیه اعلام کرد که در هفته‌های گذشته پرستاران در 35 شهر و بیش از 40 بیمارستان اعتراض و اعتصاب کردند. این شورا خواستار حمایت مردم از پرستاران معترض شده است. با وجود برخوردهای امنیتی و وعده‌های وزیر بهداشت، اعتراض پرستاران همچنان ادامه دارد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت دولت پزشکیان در دیدار با مسئولان سازمان نظام پرستاری شرایط کاری و معیشتی پرستاران را نیازمند توجه جدی دانست. او در این نشست گفت که وزارت بهداشت عزم جدی دارد که در یک دوره 3 ماهه زیرساخت‌های قانونی لازم را برای حل مسائل پرستاری در دولت و مجلس فراهم کند. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد نسبت به نقض فاحش حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی توسط حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان 98، تابستان 1400 و اعتراضات به کشته شدن مهسا جینا امینی ابراز نگرانی شدید کرد. این کمیته روز جمعه یافته‌های خود درباره 7 کشور ایران، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، عراق، پاکستان، بریتانیا و ونزوئلا را منتشر کرد. این کمیته سازمان ملل متحد در بخش مربوط به ایران نسبت به گزارش‌های منتشر شده درباره موارد نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری مأموران جمهوری اسلامی علیه معترضان اقلیت‌های قومی و مذهبی در جریان اعتراضات آبان 98 و همچنین اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی
به ویژه در استانهای دارای اکثریت اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی شدید کرد. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در ادامه گزارش خود خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در ارتباط با اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط ماموران دولتی حکومت ایران در جریان اعتراضات و پرداخت غرامت به قربانیان شد. در آستانه مراسم اربعین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از شناسایی و بازداشت 14 تن از اعضای گروه موسوم به داعش خراسان خبر داد. شاخه ای از گروه تندرو و افراطی داعش که در افغانستان مستقر است به عنوان داعش خراسان شناخته می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که روز جمعه دوم شهریور ماه منتشر کرد، این افراد را عناصر هدایت شده از توی گروهک آمریکایی صهیونیستی داعش خراسان معرفی کرده است. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی این وزارتخانه، این افراد طی سلسله عملیات‌های انجام شده توسط ادارات کل اطلاعات استان‌های تهران، البرز، فارس و خوزستان شناسایی و با دستور مرجع قضایی بازداشت شدند. خبرگزاری ایرنا بعد از ظهر جمعه دوم شهریور ماه خبر داد که رئیس اداره آگاهی شهرستان خاش با تیراندازی افراد مسلح ترور و کشته شد. وبسایت هالبش گزارش داد که حسین پیری، رئیس آگاهی شهرستان خاش که با لباس مبدل بلوچی بوده، بعد از خروج از منزلش مورد هدف تیراندازی مستقیم افراد مسلح قرار گرفته و کشته شده است. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه حسین پیری جانشین رئیس پلیس امنیت خاش بوده نوشت او با لباس شخصی در مأموریت نماز جمعه بوده که بعد از اتمام مأموریت در حوالی منزلش ترور می شود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اما نوشت افراد ناشناس اطراف منزل حسین پیری کمین کرده بودند که بعد از خروج او از منزل اقدام به ترور وی کردند. شمت‌آبادی، دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان هم حسین پیری را جانشین رئیس پلیس امنیت شهرستان خاش معرفی و اعلام کرده که تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و ضابطان قضایی در محل حضور دارند. ساعتی بعد از انتشار این خبر، کانال تلگرامی منتسب به گروه جیش العدل بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن ادعا شد این گروه مخالف حکومت ایران مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از کارشناسان نوشته است که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی که کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا را هدف قرار دادند، سابقه طولانی در حملات سایبری دارند. به گفته کارشناسان، این هکرها با قرار دادن نرم‌افزارهای نظارتی بر روی گوشی‌های همراه قربانیان امکان می‌یابند که تماس‌ها را ضبط، پیامک‌ها را سرقت و دوربین‌ها و میکروفون‌ها را به طور نامحسوس روشن کنند. گمان می‌رود که این هکرها که توسط گروه‌های تحقیقاتی امنیت سایبری با نام APT42 یا چارمر کتن شناخته می‌شوند، با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مرتبط باشند. رویترز به نقل از منابع آگاه میگوید که حضور این هکرها در انتخابات آمریکا به دلیل رویکرد جاسوسی تهاجمی آنها علیه اهداف با ارزش در واشنگتن و اسرائیل قابل توجه است. به گفته یک تحلیلگر ارشد امنیت سایبری، هکرهای APT42 بسیار خطرناک هستند و در گذشته گوشی‌های همراه فعالان و معترضان مخالف جمهوری اسلامی را هک کردند که منجر به زندانی شدن یا آزار فیزیکی برخی از آنها شده است. سخنگوی نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک در گفتگو با رویترز مدعی شده که حکومت ایران قصد یا انگیزه‌ای برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ندارد. 5 سناتور جمهوری خواه در نامه‌ای از جو بایدن خواستند برای نشست سازمان ملل به رهبران جمهوری اسلامی، ونزوئلا و کوبا ویزا ندهد. این نامه هشدار داد که حضور افرادی چون پزشکیان به عنوان دست نشانده خامنه‌ای در آمریکا تهدید امنیتی جدی برای ایالات متحده و متحدانش محسوب می‌شود.
ریک سکات، تام کاتن، جونیور نس، مارکو روبیو، مارک وین مالن امضا کنندگان این نامه هستند که گفتند تحت هیچ شرایطی نباید به دیکتاتورهای شرور اجازه ورود به آمریکا داده بشود. آنها تاکید کردند که آمریکا نباید اجازه بدهد که مجمع عمومی سازمان ملل به سکویی برای اعتبار بخشیدن به شرورترین رهبران جهان و ترویج دیدگاه‌های خطرناکشان تبدیل شود. مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد قرار است که به روال همیشگی ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. گروه سپاه ممنوع یا Stop IRGC در کانادا با اشاره به تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور و وظیفه دولت برای پیگرد عوامل آن از مردم خواست که اطلاعاتشان را درباره عوامل و وابستگان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به این گروه ارائه بدهند. سپاه ممنوع گروهی داوطلب متشکل از وکلا در کانادا، ایران و آمریکاست که از پاییز سال 1401 برای اقدام علیه وابستگان سپاه پاسداران در کانادا کارزاری ایجاد کردند. مأموریت این گروه جلوگیری از ورود اعضای بیشتری از سپاه پاسداران به کانادا و همچنین شناسایی و گزارش به مراجع قضایی برای تعقیب در مورد آن دست از نیروهای این مجموعه نظامی است که در حال حاضر در کانادا زندگی می کنند. همزمان با شعله برتر شدن آتش جنگ روسیه و اوکراین، نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفری بی سابقه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از او استقبال کرد و رهبران دو کشور یکدیگر را در آغوش گرفتند. این اولین سفر یک رهبر هند به کشور مستقل اوکراین بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. برخی تحلیلگران انتظار دارند که سفر حدود 40 روز پیش مودی به مسکو و دیدارش با ولادیمیر پوتین بر این دیدار و مذاکرات این دو تاثیر بگذارد. زلنسکی دیدار و استقبال گرم پوتین از مودی را یک ضربه ویرانگر توصیف کرده بود. در چهارمین و آخرین شب مجمع ملی حزب دموکرات که در شیکاگو برگزار شد، کامالا هاریس به طور رسمی نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفت. در این مراسم که شامگاه پنجشنبه اول شهریور ماه برگزار شد، خانم هاریس گفت این نامزدی را به نمایندگی از مادرش، به نمایندگی از همه آمریکایی‌ها فارغ از حزب، نژاد، جنسیت یا زبانی که مادر بزرگشان صحبت می‌کند و به نمایندگی از کسانی که با کار سخت رویاهای خود را دنبال می‌کنند می‌پذیرد. او در نطق پذیرش خود همچنین پیامدهای بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را بسیار جدی خواند و گفت ما با دونالد ترامپ به عقب باز نمی‌گردیم. کامالا هاریس همچنین با اعلام حمایت از حق اسرائیل برای دفاع از خود بار دیگر
بر دستیابی به توافق آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه تاکید کرد. وی اطمینان داد که در انجام هر اقدامی که لازمه دفاع از نیروها و منافع ما در برابر ایران و تروریست‌های تحت حمایت ایران باشد، تردید نخواهد کرد. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در 3 حمله جداگانه به جنوب لبنان 3 عضو حزب الله را کشته است. بر اساس این گزارش، اوایل روز جمعه یک عضو ارشد حزب الله به نام محمد نجم در حمله پهپادی به ایتال جبل واقع در جنوب لبنان بر اثر حمله پهپادی اسرائیل کشته شد. طبق بیانیه ارتش اسرائیل، محمد نجم از اعضای بلندپایه واحد راکتی و موشکی حزب الله در جنوب لبنان بود. ارتش اسرائیل یک عضو دیگر حزب الله را که اوایل روز جمعه به منطقه یفتاح راکت شلیک کرده بود و در یک ساختمان مورد استفاده این گروه در میسل جبل واقع در جنوب لبنان بود، در حمله هوایی از پای درآورد. همچنین یک عضو دیگر حزب الله که از احترون لبنان به مالکیه راکت پراکنی کرده بود، بر اثر یک حمله اسرائیل کشته شد. قول فناوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که به کاربران آیفون و آیپد در اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد که فروشگاه اپلیکیشن یا اپ استور را در صورت تمایل از روی دستگاه‌های خود حذف کنند. اپل مدت هاست که در سرتاسر جهان از حق انحصار خود بر اپ استور دفاع کرده و شرکت ها را از استفاده از سیستم های پرداخت اختصاصی یا دانلود اپلیکیشن های خارج از فروشگاه اپل منع کرده است. این شرکت میگوید این اقدام ضروری است تا اطمینان حاصل شود که هکرها یا جاسوس ها کد های مخرب را به دستگاه ها وارد نمی کنند. با این حال، در پی تصویب قوانین دیجیتالی جدید اتحادیه اروپا، اپل تسلط کامل خود را بر دستگاه‌هایش در محدوده این قاره از دست داده است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. With Sam, I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در 2 ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه افک پیش از فروش املاک،
انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر، مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها رو دنبال میکنیم. یک شرکت کانادایی از کشف دومین الماس بزرگ جهان به وزن 2492 قیراطی در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا خبر داد. این الماس بزرگترین الماس کشف شده در تاریخ بوتسوانا است. بزرگترین الماس کشف شده قبلی یک سنگ 3106 قیراطی به نام کولینان بوده است که در سال 1905 کشف شده بود. با آغاز آزمایش بالینی نخستین واکسن سرطان ریه در 7 کشور جهان، اولین بیمار در بریتانیا دوز تزریقی این واکسن را دریافت کرد. این واکسن که BNT116 نام دارد و شرکت بایانتک آن را ساخته، برای از بین بردن شایع ترین شکل سرطان ریه طراحی شده و از عود کردن آن جلوگیری می کند. پزشکان و کارشناسان از پتانسیل این واکسن جدید برای پیشگام بودن در نجات جان هزاران تن استقبال کردند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.